سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، برنامه سوم سوال پیش رو در خدمت شما هستیم. چند روز پیش بنده اظهار نظری داشتم در رابطه با اینکه واردات خودرو باید آزاد بشه و همه افراد جامعه باید بتوانند که اگر خواستند و تمایل داشتند به واردات خودرو بپردازند، چه خودروی سواری، چه خودروی در واقع تریلی، کامیون، همه انواع خودرو باید وارداتش به نظر بنده آزاد بشه. برخی از عزیزان سوال کرده بودند که اگر این اتفاق بیفته چه بر سر صنعت خودرو خواهد آمد. واقعیت این هست که چند دهه هست که ما سعی کردیم صنعت نوزاد خودرو را نوزاد نگه داریم. در دنیا اگر میبینید که کشورهای مثل ژاپن، مثل کشور آلمان، مثل سایر کشورهای صنعتی در زمینه تولید خودرو موفق بودن، دلیلش این هست که رقابت در این کشورها وجود داره، رقابت با تکنولوژی برتر وجود داره. تا زمانی که ما صنعت خودرومون که بسیار هم اتفاقا از نظر مهندسی صنعت پیشرفته‌ای هست، تا زمانی که ما این صنعت رو از رقابت بترسانیم و اجازه ندیم که رقابت در این صنعت شکل بگیره، ما در زمینه تولید خودروی پیشرفته پیشرفتی نخواهیم داشت. این نکته اولی که باید بهش دقت کنیم. نکته دومی که مطرح شده این هست که اگر ما واردات خودرو رو آزاد کنیم، احتمالاً با کمبود ارز مواجه میشیم. این استدلالی است که در طی چند دهه گذشته اتفاقاً استدلال رایج در کشور ما بوده و جالب اینجاست که در کشورهای صنعتی دنیا حتی یک کشور رو ما نمیبینیم که چنین استدلالی رو مطرح کنند. حالا چرا این گونه هست؟ ببینید، واقعیت این است که ما با کمبود ارز مواجه هستیم. در این مسئله شکی وجود نداره. قیمت ارز داره افزایش پیدا میکنه در بازار آزاد. بسیاری از افراد تصورشون این هست که اگر ما جلوی واردات رو بگیریم، مشکل و معضل کمبود ارز حل خواهد شد، در حالی که دقیقاً برعکس است و تجربه چند دهه گذشته کشور ما نشون میده که اتفاقاً این سیاست به درستی عمل نکرده. حالا چرا چنین هست؟ به خاطر اینکه تراز تجاری ایران مثبته، اما از طرف دیگه تراز سرمایه به شدت منفی است. چرا تراز سرمایه منفی است؟ چون بسیاری از کالاها و سبک زندگی که افرادی در خارج از کشور میتونن کسب کنن در ایران وجود نداره. یکی از مسائل عمدهش همین مسئله خودرو هست. یعنی افرادی که ثروتمند هستن، صاحب مکنت هستن، اینها اگر به خارج از کشور فرار سرمایه داشته باشن، خروج سرمایه داشته باشن، از انواع خودروهای پیشرفته برخوردار خواهند بود، ولی در داخل کشور این چنین نیست. سبک زندگی خاصی رو میتونن خارج از کشور داشته باشن، داخل کشور با محدودیت مواجه میشوند. این محدودیت ها در نهایت این افراد رو مجاب میکنه که سرمایه رو از کشور خارج کنند. دلیل اصلی که ما با کمبود ارز مواجه هستیم به دلیل خروج ارز ناشی از واردات نیست، به دلیل خروج ارز ناشی از فرار سرمایه است. تا زمانی که ما دلایل فرار سرمایه رو کنترل نکنیم، تحت مدیریت قرار ندهیم، هر چقدر هم که ما واردات رو کنترل کنیم به جای خاصی نخواهیم رسید، پیشرفتی نخواهیم داشت. بنابراین توصیه چه هست؟ توصیه این هست که اجازه بدیم انواع و اقسام خودرو وارد کشور بشه. خودروی دست دو، خودروی نو، خودروهای کسب و کار، خودروهای شخصی، همه اینها رو اجازه بدیم وارد کشور بشه بدون محدودیت. از اون طرف شما شاهد خواهید بود با پیشرفت مهندسی که ایران داره، به سرعت خودروسازی ها میتونن به سمت تولید خودروی کیفی بروند. اگر خودروساز ایرانی خودروی کیفی تولید نمیکنه، به دلیل انگیزه های اقتصادی است که دولت در اختیار خودروسازا قرار داده. دولت به خودروسازا به طور تلویحی اعلام کرده که اگر شما چرندترین و بیکیفیت ترین خودروهای دنیا رو تولید کنید، ما از این تولیدات بیکیفیت شما حمایت خواهیم کرد. ببینید، این واقعیتی است که به صورت تلویحی به خودروساز ما ارسال شده. این پیامی است که به خودروساز ما ارسال شده. انتظار نداشته باشید وقتی چنین پیامی به خودروساز ارسال میشه، خودروساز اقدام به تولید کیفی بکند. در کشور آلمان که شما میبینید که کمپانی های آودی و بنز و فولکس واگن کیفیت خودرو بسیار بالاتر هست، یا در کشور ژاپن، به دلیل این هست که دولت های آلمان و ژاپن اینطور نیست که اگر تولید غیر کیفی انجام شد، این تولید غیر کیفی رو توجیه کنند و سعی کنند حمایت کنند. بنابراین توصیه اکید بنده این هست که حتی در جهت سیاست‌های ارزی و در جهت کنترل بازار ارز، اتفاقا واردات خودرو به صرف به نفع اقتصاد خواهد بود. سپاسگزارم.